بخشش ششم تکه دوم. و در آخر سنه ثمان و اربعین و خمسمئه واقعی شوم قزان ظاهر شد و یک سال و نیم بود تا سلطان مسعود به عراق درگذشته بود. قزان خیلی بسیار بودند و مقام و چراخور ایشان به حدود خودتلان از اعمال بلخ و چغانیان و نواحی ولایت بخش و هر سال 24,000 سر گوسفند وظیفه ایشان بود که به مطبخ سلطان دادندی و آن در مجموع خانسالار بودی و کس او رفتی به استیفاء آن و چنان که عادت تسلط و تجبر حاشیه سلطان بود این شخص که از قبل خانسالار می رفت بر ایشان تعدی و جور می کرد و در رد و بدل گوسفندان مماکسه و مناقشه می نمود و به زبان مبالغت و سفاهت می کرد و در میان ایشان امراء بزرگ متمیز بودند با تجمل و نعمت و حشمت احتمال آن مزلت نمی کردند. این محصل را در خفیه هلاک کردند. چون این شخص به موسم خیش باز نرسید صورت حال معلوم کردند. با سلطان نیارستند گفتند. خانسالار آن غرامت می کشید و رواتب مطبخ از خیشتن ترتیب می کرد تا امیر اسفهسالار قماج که والی بلخ بود به دارالملک مرو به خدمت سلطان آمد. خانسالار آن حال با وی بگفت. قماج به وقت رفع مهمات این مهم نیست با سلطان بگفت و در آن این کلمات درج کرد که جماعت قزان به یک بارگی مستولی شدند و ناهمواری می کنند و به ولایت بنده نزدیکند. اگر خداوند عالم شهنگی ایشان به بنده ارزانی دارد، بنده ایشان را مقهور و مالیده دارد و وظیفه مطبخ خاص هر سالی 30,000 گوسفند به مطبخ رساند تا مقالات منقطع شود. سلطان اجابت کرد و مثال فرمود. قماج چون به بلخ رسید شحنه‌ای به سر ایشان فرستاد و جنایت گذشته و گوسفندان باقی خواست. حد سمینه که جبایت باشه، جبایت گذشته و گوسفندان باقی خواست. ایشان تن در ندادند و شحنه را تمکین نکردند. گفتند ما رعیت خاص سلطانیم، در حکم کسی دیگر نباشیم و شحنه را به اهانت و استخفاف تمام براندند. قماج و پسرش ملک الشرق با سپاهی تمام به تاختن قزان بیرون آمدند و مصاف دادند. قماج و پسرش هر دو شکسته و منهزم شدند. چون خبر این حادثه به درگاه سلطان رسید، امراء دولت بجوشیدند و گفتند بر مثل این اقدام ابقا و اعزار روا نباشد بر مثل این اقدام ابقا و اعزار روا نباشد و اگر ایشان را جواب نگویند تعدی و تجاسر ایشان در ولایت زیادت شود، کار ایشان خرد نباید داشت. قزان چون از حرکت و نهضت سلطان خبر یافتند اندیشناک شدند. حالی رسولی فرستادند و پیغام دادند که ما پیوسته بندگان مطیع بوده ایم و بر حکم فرمان پادشاه عالم رفته. چون قماج و پسرش قصد خانه ما کردند ضرورت ما نیست اطفال و عیال بکشیدیم. او و پسر به قصد و سعی ما کشته نشدند. تقدیر قضا چنین بود. کسی صحبتی داشت؟ اکنون به غرامت این بدبندگی 100,000 دینار و 100 نفر غلام خطایی یغمایی سیاه موی سیاه چشم دراز قد بلند گردن باریک میان کشیده یال دراز موی شگرف ساق ماه روی خورشید طلعت میدهیم تا سلطان از سر گناه ما درگذرد و هر بنده ای را که پادشاه برکشد قماجی بود. سلطان چون از عجز و بیچارگی ایشان و اعتراف به گناه خیش استماع نمود به قبول خدمتی راضی شد. امرا در نفی و نهی آن مبالغت کردند و به قهر و زجر او را بران داشتند تا روی به دیار ایشان آورد. راه ها سخت و ناهموار بود. به هفت آب بگذشتند. چون به نزدیک قزان رسیدند قزان زنان و اطفال خرد را در پیش داشتند و تظلم و زاری کنان پیش باز آمدند و زنهار خواستند و از هر خانه با آن خدمتی که اول قبول کرده بودند 7 من نقره پاک دیگر به اضافت آن بردند که بدهد. سلطان را بر ایشان رحم آمد و عنان منعطف خواست کرد. اما دولت سلطان پیر شده بود و تقدیر آسمانی به نوعی دیگر رفته. خواست تا از مصاف کردن قز مرکب خیش را عنان تابد، نتوانست.
چون قضا آن بود چون نماند اجل قضا آید. امیر مؤید بزرگ و یرنقش هروی و عمر عجمی عنان سلطان بگرفتند و گفتند بازگشتن به هیچ طریق مصلحت نیست. چه؟ بفهمید؟ سوال هم این بود که چرا قزان رو باز تشدید میخونی؟ چرا نمیگه قزان؟ نمیدونم، باید از فروید بپرسی. تو سرم اینجوری شکل گرفته. فروید حالا نه، داشتم فکر میکردم واقعا خشم و تیزی بیشتری توشه وقتی تشدید میدیم، برشش بیشتره، تیزتره. قانه شدی؟ آره دیگه چیکار کنم؟ روی در عجز و ضعف دارد این ساعت و ناموس پادشاهی را در ثانی الحال مضر باشد و بیشتر لشکر را با مؤید به ظاهر و باطن خصومت بود. گفتند اگر ما بکوشیم نام او برخواهد آمد که او سلطان را رها نکرد که رجوع کند. فی الجمله مصاف دادند و در جنگ بیشتر لشکر تهاون و سستی کردند. قزان چون از عاطفت و مرحمت سلطان ناامید شدند، مردانه میان در بستند و روی به کار آوردند و کوشش بسیار نمودند و در یک لمحه لشکر سلطان شکسته و منهزم شدند. سلطان را بگرفتند و به زیر آمدند و او را زمین بوسی کردند و بر تخت نشاندند. قزان بر عقب ایشان بیامدند و خلایق بسیار را در آن آبها غرق کردند و سلطان را در میان گرفتند و حشمت او همین مقدار نگاه داشتند که او را نگرفتند. با غلامی چند او را به دارالملک مدو آوردند از راه علی‌آباد و کفشگران و حاشیه و خدمتکاری چند ترتیب کردند مستجد از خویشتن و هر هفته تغییر و تبدیل می کردند. و شهر مرو را که دارالملک سلاطین و ملوک عجم و ایران بود و از روزگار چغریبک و پیش از آن به ذخایر و خزاین امرا و ملوک و ارباب دولت از نعمت آگنده بود به غارتی دند. یه دسته نگه دار، این چیزی مشکل داره. باشه باشه. بغارت دیدن. آقای از جان بگو. میگم این متنمون داره پی دی اف داریم به آخرش میرسیم واسه جلد بعدی جامع التواریخ، یه فکری واسه فایلش بکنید. اگر که پیدا نکردین، یعنی بگردید اگه پیدا نکردید زودتر، اگه من بدونم پی دی افش میکنم. این نسخه ای که داریم و عکس میگیرم حالا با کمک هم پی دی افش میکنیم. پیدا نمیشه، من خیلی گشتم. من گشتم، حالا خیلی نگشتم ولی همونقدر که واسه بقیه میگردم گشتم پیدا نشد. خیلی خب، من عکس میگیرم از روی صفحه. مثلا احتمالاً بخش بعدیش نباید 100 صفحه بیشتر باشه، همین حدوده 100 تا عکس دیگه. اینو اگه نتونستم پی دی اف کم حجم بکنم زحمتشو به شما میدم. خب یه کار دیگه میتونیم بکنیم، خودت بخون دیگه. چه کاری جا متعجز آمدش حضور دستمون باشه، من دور باشه دیگه. باشه باشه. الان که گفتی به غارتیدن، یاد اونجایی افتادم که فکر کنم توی همین اولای جامعه تواریخ بود که گفت بگذار بغارتم بگن نه خود را بکنید. آره کلی بازی میکرد. آره دادشه نزدستش. آره من یاد چیز افتادم دیگه، یاد ایرش میرزا هم همه میفتن دیگه، همون جایی که ملت میجهن نمیدن. ولی فرق چنه که جهن نمیدن رو ساخته ولی غارتیدن بوده از قبل. آره این هم باز تکرار کنم که چیه راحت و سوز علاقه می که متنش خیلی متن رو حسابی بود کل کتاب، ولی این قسمت رو درخشان تر از جامعه تواریخ تعریف کرده بود. بریم همون چیز قوزان. آره غارت هم البته ترکیه دیگه، درسته؟ بکنم. آره غارتی دندم جعلیه، منطور جعل قدیمی تری دیگه. بخونیم. شبان روز متواتر، روز اول زرینه و سیمینه و ابریشمینه، روز دوم روئینه و برنجینه و مفروش و مطروح، روز سوم
در همه شهر هیچ چیز نمانده بود الا حشو چیزها چون نهالی ها و بالش ها و خنب و خنبره و در و چوب آن نیز بردند و اغلب مردم شهر را اسیر کردند. بعد از این غارت و انواع و شکنجه و عذاب می کردند تا نهانی ها و دفاعیر می نمودند تا بر روی زمین و زیر زمین هیچ نگذاشتند. بعد از آن با سلطان روی به نیشابور نهادند راه باورد و بعض به راه سرخس برفتند و سه امثال عدد ایشان قراصول و اوباش و اراذل خلق و نتایج حشم از خراسان به ایشان پیوستند. مردم نیشابور از اول جهد و کوشش بکردند و قومی از ایشان در شهر کشیدند و هلاک کردند. چون ایشان را خبر شد به یک بار قوقا و حشر آوردند و مردم یک دل و متفق نبودند. هر یک به موجب خیالی دست از هم بدادند و اغلب خلایق از زن و مرد و اطفال و عیال در مسجد منیی گریختند. قضان کافرفعل تیغ در نهادند و چندان خلایق را در مسجد از خرد و بزرگ بکشتند که کشتگان در میان خون ناپیدا شدند و شب را به مسجد دیگر رفتند که قبه عالی داشت از چوب منقش مذهب مدهون کرده و جمله ستونها مذهب آتش در آن زدند و شعله ها آتش چندان ارتفاع گرفت که جمله شهر روشن شد و تا روز از روشنایی آن غارت می کردند و اسیر می بردند و مدتی بر در شهر بماندند. هر روز بامداد به غارت باز آمدند و چون بر روی زمین ظاهرن چیزی نماند نهان خانه ها و زیر زمین ها و دیوار ها می سفتند و سرای ها خراب می کردند و اسیران را شکنجه می کرد و خاک با نمک در دهان می آگندند تا مدفون می نمودند و اگر نه از درد و رنج می مردند. بقایای تیغ در سقبه ها و سوراخ ها و چاه ها و کاریز ها می گریختند. بقایای تیغ در سقبه ها و سوراخ ها و چاه ها و کاریز ها می گریختند. تا نماز شام که قضان از شهر بیرون شدند بیرون می آمدند. همسایگان هر قومی به موضعی جمع می آمدند و احوال روز گذشته گفتند و می دیدندی که قضان چه خرابی بر ایشان کردند. بگویید آقا جان تیغ یعنی چی؟ بقایای تیغ؟ بقایای سربازا. آن تیغ یعنی سرباز سرباز؟ نه 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 نه. این یه اصطلاح عربیه، عربی شدن رفته. اونایی که جون به در میبرن از دم تیغ، یعنی سربازا میان حمله میکنن با شمشیر، همه رو میکشن، یه دی جون به در میبرن. اونا میگن بقایای تیغ. درست درست. من فکر میکردم یعنی بقایای شمشیر به دستا. یه کلمه عربی هم داریم چون یادم رفت. ای بابا سقب ها سقب ها رو بگو سقبه یعنی سوراخ. سقبه سقبه خودش یعنی سوراخ. سقبه ها نه سقبه هاست. من اشتباه خوندم. سامان بگو. غارت چپاول کردن. اینو به جای حمید خان دهخانی که جاش خالیه گفتم، ولی عربیه کلا. تیر قارت. نه قارت که صحبتش رو داره با تای گرده و عربیه. اوکی. آن یقما ترکیه. درسته. یقما که ترکیه ولی قارت عربیه. بعد یه چیز دیگه قارتیدن قارتیدن تغییر ایجاد نمیشه ولی خب بگو. ببخشید این سنبه که ما الان میگیم سوراخ سنبه اصلا این سقبه اومده یعنی؟ نه سنبه که سفتن دیگه، دیوارها می سفتن سنب. آره آره ولی ما میگیم سوراخ سنبه. آها یعنی یه جایی که تو خراب شده رفته تو مثلا. سوراخ سنبه دیگه، سوراخ سوراخو می سنبن که سوراخ میشه دیگه. ببین سنبه یعنی ایجاد سوراخ کردن دیگه. آره سنب. آره سنبیدن. آره دور سفتن رفتی به سقبه نداره. نه میخواستم ببینم مثلا یه جور تغییر یافته، تغییر یافته همون که هست در بعد های نمیدونم. اونو نمیدونم برای خودش یه چیزیه. نمیدونم نه یه جا بری سوراخ سقبه بگی. نه نه مواظبم. بگو سوراخ سقبه بعد که ملت بهت گیر دادن بهشون بخند. بگو جامعه تعاری خوندی. جامعه تعاری خوندی. اول فاز بگو.
میوت یا بول فرس صدات نمیاد، میوت نیستی ولی صدات نمیاد. صدات نمیاد. حالا میخوای نمیدونم یه بار دیگه برمیگردیم بریم بخورده دیگه بخونیم. بر جمله خلقی بسیار بکشتند و مالی بی اندازه ببردند و جایی که امثال عبدالرحمن عکاف که مقتدای مشایخ خراسان بود و خلف سلف صالحین و مثل محمد ابن یحیی که پیشوای ائمه دین و مصباح ظلمات راه یقین بود و سرور علماء خراسان و عراق، ایشان را به شکنجه بکشتند و بر ایشان رحمت و شفقت نکردند، حال دیگران توان دانست. کام و دهانی که مدتی مطلع علوم شرعی و منبع عیون حکمی و مخرج تسبیحات و تحلیلات حضرت وحدت صمدیت بوده باشد به خاک خاری به زاری بیاگندند. اینجا آیندگان بدانند، اول پس توضیح داد، اصطلاح عربی از بقیت و سیف، یعنی کسایی که جان از ضربه تیغ به در میبرند. بچه هم دارن واکنش خیلی شدید نشون میدن. تا در آن هلاک شدند. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. و امیر خاقانی رحمه الله مرثیه متول گفته است، این دو بیت از آنجاست: در ملت محمد مرسل نداشت چرخ فاضل تر از محمد یحیی فنای خاک. آن کرد روز مهلکه دندان فدای سنگ، وین کرد روز قتل دهان را فدای خاک. بحبه ای جان اسکرول کن باو. من اسکرول کردم، این نمیدونم چرا چیز نمیشه، آپدیت نمیشه. خب یکم صبر کن، گیر کردم. 8 دقیقه مونده از این، میخوای تا همینجا باشه؟ مخالفم دو تموشه بره بابا، دوباره بعدا یه روز دیگه به فاصله 2 هفته با سر از قضا در نیاریم، بذار تموشه بره. اسکرول کن پس، منتظریم. باید ببند دوباره بازش کن. این فنای خاک یعنی چی؟ حالا که دارین با مکس زر کردن مرده. اینجا میگه که در ملت محمد پیامبر روزگار از محمد یحیی فاضل‌تر کسی نمرد. حالا اشتباهی هم داره که بین روش فجی مرد که خاک کردن تو دهنش. خب معنای اولش اینه که فنای خاک یا مرد. خاک فنا رفت. سوام بگو. برام سواله، جایی هم چیزی ندیدم ازش. با اینکه این محمد یحیی رو با این وضع فجیع میکشن، انگار تو شلوغی های جنگ و خواسته سران نیست، چون دیدیم دیگه در 4 مقاله که برادرش خیلی عزت و احترام داره بعد و دلیلش اینه که برادر اینه، یعنی به صرف خودش کسی نبوده، برادر محمد یحیی بوده که جایگاهی در بین قضام پیدا میکنه، حالا چی شده که این چجوری مرده، چه اتفاقی افتاده، صرفا تو شلوغ پلوغی ها بوده یا نه، واقعا نمیدونم. علی میخوای منشأ کنم؟ نه، این آکروبات کمی بازی در میارن درست میشه. یه چیز دیگه من بگم حالا تا درست میشه، اینکه برام سوال بود، حالا اینکه توی متون نثر وقتی شعری میخواد بیاد مینوشتن شعر بعد شعر رو مینوشتن، خب قابل فهمه، برای اینکه بهش حالت شعر بخونی وقتی که در ادامه داستان نوشته شده، یعنی همون ادامه سطره، ولی شاید این حکایت نمیدونم حکمت اینا با این پیش‌فرضه، به خصوص وقتی که یک سلطانی داره مینویسه، با این پیش‌فرضه که خواننده اینها کسی جز شنونده است، میدونی، یعنی پسر باید بشینه و یکی واسهش بخونه و این توضیحات حکایت حکمت غیره شاید نحوه خوندن رو داره یاد میده. من نمیدونم این چرا اینجوریه. یادت که صفحه چند بود؟ 349. 349 پی دی اف. آره. بذار من شیر میکنم.
انقدر فایل باز رو کامپیوترم که بعضی وقت پیدا نمیکنه چیز. چجوری میتونم علی بهش بگم چه چیزی رو باز کن اگه پیدا نمیکنه؟ الان میرم روی فایل رو گزینه های شیرت میگه یا کل اسکرین یا یه ویندو یا یه تب دیگه. همون ویندو رو انتخاب میکنم، بعد چون که خیلی تب های مختلف باز کردم و دو تا ایج باز کردم، اون یکی ایج رو میره و اون رو نمیخوام ببندمش، چون ببندمش هسته چیده. میخواید به من بگید یه بار دیگه روی یکی ببینم میشه 344 349 پی دی اف 449 پی دی اف. من اگه اون یکی ایج رو ببندم کلی چیزی که نیست. آره نه اصلا نمیتونم من تو کلی چیزای ساده رو تب. من فکر میکنم گوگل میت مشکل چی شد؟ ها؟ خب هیچی حل شد. نه تو ویندو نباید میرفتم، بعد میگفتم یه تب خاص رو شیر کن. الان درست شد دیگه؟ بریم؟ بله. آره یکی برو تای صفحه این بعد از دو بیت. باشه صاف کن. بچان قزدان از نیشابور برفتند راه جاور با خرز، میان مردم شهر به سبب اختلاف مذاهب حقاید قدیم بود. هر شبی فرقتی از محلتی هشت میکرد و آتش در محلت مخالفان میزدند تا خرابهایی که از آثار قزدان مانده بود اطلاف شد و قحط و وبا ظاهر شد تا هر که از زیر تیغ و شکنجه جسته بود به نیاز و فاقت مرد. و قومی علویان در قوقای شهر کهندز را آبادان کرده بودند و بر برج‌هاش منجنیق نهاده. بقیتی که از ضعفا مانده بودند همه با پناه ایشان آمدند و میدان شادیاخ که سرای سلطان بود و خانه عمرا و سوری قدیم داشت آبادان کردند و آنچه از چوب و آجر در شهر مانده بود با آنجا نقل کردند و بعد از دو سال نیشابوری بدان آراستگی و مجموعی چنان خراب و یباب شد که کسی محلت و سرای خیش باز نمی شناخت. و آنجا که مجامع انس و محافل طرب و عشرت اکابر و صدور بود مرائی اغنام و مکامن وحوش و طیور و حوام شده بود و ملعب به متعب و راحت به شدت و یسر به عسر مبدل گشته. گویا مؤذی آنها را مشاهده کرده بود و بدیده تا گفت آنجا که بودن گلستان با دوستان در بوستان شد گرگروبه را مکان شد بوم و کرکس را وطن بر جای رتل و جام می گوران نهادستند پی بر جای چنگ و نای و نی آواز زاغ است و زغن ابر است بر جای قمر سنگ است بر جای گوهر زهره است بر جای شکر خار است بر جای سمن آری چو پیش آید قضا مروا شود چون مرغوا جای شجر گیرد گیا جای طرب گردد شجن زینسان که چرخ نیلگون کردین بناها را نگون دیار کی گردد کنون گرد دیار یار من نتوان گذشت از منزلی کانجا نیفتد مشکلی در قصه سنگین دلی نوشین لبی سیمین زقن. به به الله الله آدم یاده اون قصیده بهارم میفته که میگه بهار جغد جنگ و مرغ و وای او الاخر. یه دفعه اونو بخون به زمان فعلیمون هم متاسفانه میخوره مثل سایر زمان ها. خب جمله بلاد خراسان و نواحی عراق این معامله بکردند مگر به شهر هرات که سوری محکم داشت
بیزه شهر به سلامت بماند، اما خارج شهر خراب و غارت کردند و 8 ماه در نیلان هرات بود و مردم دزدیده می آمدند و می رفتند. و سلطان سنجر 2 سال در میان ایشان بماند تا اتفاق افتاد که به در بلخ شدند و بعض از بندگان خاص سلطان چون مؤید آیپه و آخسونخور جامدار و لاچین خارزمی و آلوبسنخور شامی و جماعتی دیگر با خدمت سلطان به اسیری آمده بودند و عاجزی و خود را بر قضان بسته که ما را جای دیگر امکان و مقام نیست. هرچند این حیلت کرده بودند، اما بی حضور عمرا و قز چون قرقود و توتی بک و سلمناجی و داوود بزرگ در پیش سلطان نیارستندی رفت و سخنی گفت و مفاوضه و مکالمه ران، تا عاقبت مؤید آیپه فوجی را بفریفت از قضان و به نانپاره بزرگ و ملکی از سلطان موعود کرد. یک روز این فوج را نوبت خدمت سلطان بود، به اسم تماشای شکره برنشستند و از طالب جیهون براندند برابر ترمز و از پیش لاچین خارزمی 2 پاره کشتی خریده بود و بر معبرگاه کیلفت در آب انداخته و چنان نمودند که می آزماییم، اگر درست است بخریم و بدان تعیشی کنیم. سلطان را از آنجا زود بگذرانیدند، آنگاه ستوران را، و چون وقت فرو آمدن سلطان درگذشت و نیامدند، عمرا و اوغوز جمله برنشستند و بر اثر رفتند. چون به کنار آب رسیدند، ایشان از آب گذشته بودند، خائب و خاسر بازگشتند. سلطان بر قلعه ترمز رفت و کوتوال آنچه مانده بود پیش سلطان آورد، و چون خبر به اطراف خراسان رسید که سلطان خلاص یافت، عمرا و بزرگان یگان و دوگان می رسیدند تا به لشکر و اعیان مستظهر شد. آنگاه سلطان روی به دارالملک مرو نهاد و به کوشک اندرابه فرو آمد. چون نیک در روی کار نگاه کرد، فکر بینوایی بر او مستولی شد که خزائن از ذخایر خالی دید و ولایت خراب و رعیت منتشر و لشکر مفقود. و بدلناهم به جنتهم جنتین. فکر و اندیشه نفسانی و ضعف و عجز انسانی بر او غالب و مستولی شد و به مرضی انجامید که آخر امراض بود و منقص اخراز، و در سنه 51 و 500 به مرو از دنیا به عقبا و سرای فرار به دیار به دار قرار پیوست و در دولت خانه‌ای که به مرو ساخته بود او را دفن کردند. ولادت او در سنجار شام در حدود موسل بود در سنه 79 و 400. عمرش 72 سال بود و اند ماه و مدت پادشاهیش 61 سال. 20 سال در ملک خراسان پادشاه بود و 41 سال سلطان سلاطین جهان. حلیت او گندمگون بود، نشان آبله داشت، محاسنی تمام طولانی و ارزانی و بعضی از موی شارب از زخم آبله رفته، پشت و بالای تمام افراشته، تمام هیکل نیکو صورت، آثار مرحمت در سیما و چهره او ظاهر و لاحق و به دلها مرغوب. وزرا و حجاب الوزیر شهاب الاسلام ابو المحاسن برادرزاده نظام الملک، الوزیر شرف الدین ابو طاهر القمی، الوزیر طغانبک الکاشغری، الوزیر معین الدین مختص الکاشی، الوزیر قوام الدین ابو القاسم، الوزیر مجد الملک ابن نظام الملک، الوزیر صدر الدین محمد ابن فخر الملک ابن نظام الملک، الوزیر ناصر الدین طاهر ابن فخر الملک ابن نظام الملک، الحجاب الحاجب الامیر قزغلی سولهجوت، الحاجب الحسین ابن داود المرغزی، الحاجب نظام الدین محمود کاشانی، الحاجب فلک الدین علی چتری. و صفی الحضر ابو طاهر کاشی کریم بزرگی بوده است، چنان که او را با برامکه مقابله کنند. و خواهرزاده او معین الدین مختص الملک ابو نصر کاشی است که از برکت او به وزارت شرق و غرب رسید. و صفی که خدای امیر حاجب بزرگ قماج بوده و ترشک ثوابی و ترشک ثوابی صفی الحسن را به قتل آورد. و معین الدین مختص الملک ابو نصر احمد ابن الفضل ابن محمود کینه او از ترشک باز خواست و معین الدین را به شهر مرو باطنیان شهید کردند، چون وزارت سنجر میکرد. و سلطان مقیس الدنیا و دین ابو الفتح داوود ابن محمود ابن محمد ابن ملک شاه را هم باطنیان به شهر تبریز شهید کردند و او را از آنجا به دولت خانه مرو به قبه آلپرسران آوردند به جامع مرو. والله اعلم. بعد از سلطان سنجر لشکر او محمود خان خواهرزاده سلطان را به سلطنت قبول کردند و
در نیشابور بر تخت نشاندند. بعد از آن مؤید آیپه سنجری بر نیشابور مسلط مستولی شد، محمود خان را بگرفت و نیست کرد و مرو و بلخ و جمله خراسان در دست قضان بود. هر بیراهی که ممکن بود میکردند. درود بر شما. دست درد نکنه.